گویا که سخنرانی شروع شده. هر چقدر بیشتر یک تهدید رو نادیده بگیریم اون تهدید خطرناکتر میشه. به همین دلیل هستش وقتی رئیس جمهور آمریکا شدم دستور دادم که یک بازنگری استراتژیک کامل نسبت به سیاستمون در قبال رژیم یاغی ایران انجام بشه. این بازنگری الان تکمیل شده. امروز من استراتژی خودمون رو اعلام میکنم، قدم‌هایی رو اعلام میکنم که ما میخوایم برداریم تا بتونیم مقابله بکنیم با اقدامات خصمانه حکومت ایران و اطمینان حاصل بکنیم که ایران هرگز، و تکرار میکنم، هرگز نتونه به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه. سیاست ما بر اساس یک برآورد بسیار روشن از دیکتاتوری خودکامه ایران هست، از حمایت ایران از تروریسم و اقدامات خودش در خاورمیانه و در سراسر جهان. ایران در کنترل یک حکومت متعصبی است که در سال 1979 قدرت را قبضه کرد و یک مردم مغرور را به زنجیر کشید و آنها را مجبور کرد که تسلیم افراطی‌گری بشن. این حکومت افراطی ثروت یکی از بزرگترین و قدیمیترین ملت‌های دنیا رو به تاراج برد و تخریب و مرگ رو در سراسر جهان اشاعه داد. از سال 1979 ماموران حکومت ایران به طور غیرقانونی سفارت آمریکا در تهران رو به اشغال خودشون درآوردن و بیش از 600 آمریکایی رو در طی 44 روز به گروگان گرفتند. گروه حزب الله، گروه تروریستی حزب الله که توسط ایران حمایت میشه، دو بار سفارت ما در لبنان رو هدف بمبگذاری قرار داد، یک بار در سال 1983 و یک بار در سال 1984. یک بمبگذاری دیگه که توسط ایران حمایت شده 294 آمریکایی رو به کشتن داد. نظامیان آمریکایی که در سنگرهای خودشون در بیروت در سال 1983 مشغول خدمت بودند. در سال 1996 یک بمبگذاری دیگه توسط ایران طراحی شد که مقر آمریکایی‌های نظامی رو در عربستان سعودی به خاک و خون کشید. گروه‌های مورد حمایت ایران تعلیم میدن به مأمورانی که بعداً در بمبگذاری‌های القاعده شراکت داشتند، اونهایی که سفارتخانه‌های آمریکا رو در کنیا و تانزانیا هدف قرار دادند که منجر به مرگ 224 نفر و زخمی شدن بیش از 4000 نفر دیگر شد. رژیم ایران مأوا داد به تروریست هایی که بعد از حملات 11 سپتامبر وجود داشتن، از جمله پسر اسامه بن لادن. هم در افغانستان هم در عراق گروه های مورد حمایت ایران صدها نظامی آمریکایی رو به کشتن دادند. دیکتاتوری ایران و اقدامات خصمانه این دیکتاتوری همچنان تا امروز ادامه داره. رژیم ایران همچنان حامی اصلی تروریسم در دنیا هست و کمک میکنه به القاعده، به طالبان، به حزب الله، به حماس و به گروه های تروریستی دیگه. حکومت ایران تولید میکنه، توسعه میده سلاحایی رو که نیروهای آمریکایی و متحدان ما رو مورد حمایت قرار میدن. با این سلاحای خودش آزادی کشتیرانی رو در خلیج عربی مورد تهدید قرار میده. آمریکایی ها رو به اتهامات واهی در داخل ایران به زندان میاندازه. حملات سایبری به زیرساخت‌های ما میکنه، به نظام مالی ما میکنه، حملات سایبری به ارتش ما میکنه. ایالات متحده تنها هدف دیکتاتوری ایران نیست، تنها هدف کارزار حکومت ایران برای خونریزی نیست. حکومت ایران شهروندان خودشو به شدت سرکوب میکنه. در جریان انقلاب سبز معترضان ایرانی رو در خیابان‌ها به گلوله بست. این حکومت در عراق باعث تفرقه افغانی و فرقه گرایی شده، در یمن و سوریه باعث جنگ شده، در سوریه